بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. در درس گذشته مفردات را تعریف کردیم و همچنان مفردات را به چهار دسته تقسیم کردیم. در درس امروزی هم از حروف مفردات چند حروف را میخوانیم و همچنان مخرج آن را هم بیان میکنیم. اول حرف الف. الف کدام قاعده مشخص ندارد که ما بگویم الف هم باید کش شود یا نشود، بلکه ساده تلفظ می شود. الف الف نشود، کش نشود. الف الف. با، حرف با از لبها ادا می شود که هر دو لب با هم تماس کند، حرف با تلفظ می شود. و همچنان حرف با به اندازه یک الف بالا کش می شود. با با از یک الف نکم شود نه اضافه، مثلا با نشود، یا هم با زیاد کش نشود، فقط به اندازه یک الف. با و همچنان حرف باریک است، با نشود. با حرف باریک به اندازه یک الف بالا کش می شود و از لبها ادا می شود. با با. تا، حرف تا همچنان حرف باریک است و به اندازه یک الف بالا کش می شود و مخرج حرف تا نوک زبان به نوک به بیخ دندان های بالا وصل می شود. نوک زبان به بیخ دندان های بالا که دندان های بالا را ثنای علیا می گوید، به بیخ دندان های بالا وصل شود، حرف تا تلفظ می شود. باریک مفخم نشود که تا باریک. تا با تا به اندازه یک الف زیاد کش نشود. ف، حرف ف هم حرف باریک است و هم به اندازه یک الف کش می شود و مخرج حرف ف نوک زبان و نوک دندان های بالا، یعنی نوک دندان های ثنای علیا از اینجا ادا می شود. در حرف ت نوک زبان و بیخ دندان های ثنای علیا مخرجشان بود و حرف ف از نوک زبان و نوک دندان های بالا ادا می شود. ف حرف نرم است. ف ف زیاد کش نشود. جیم، حرف جیم حرفی است که به اندازه سی الف در آن مد می شود و کش می شود و همچنان مخرج حرف جیم وسط لسان می باشد که وسط لسان با کام وصل می شود، حرف جیم ادا می شود. جیم جیم. همین قسم ح، حرف ح هم حرف باریک است، ح پر نشود، ح و همچنان به اندازه یک الف بالا کش می شود و هم حرف ح واضح ادا شود، به ها تبدیل نشود. ح و مخرج حرف ح وسط حلق وسط گلو می باشد، ح ح ها نشود. ح و همچنان خ، حرف خ حرف مفخم است که برنگی سبز نشانی شده. خ حرف مفخم می باشد، خ اقسم تلفظ شود، دهن از صدا پر می شود. خ خ و همین قسم به اندازه یک الف بالا کش می شود که اضافه کش نشود و همچنان مخرج حرف خ ادن الحلق می باشد. ادن الحلق یعنی حصه آخر حلق، حصه آخر گلو که به طرف دهن نزدیک است. حلق به سه دسته تقسیم می شود. از طرف سینه که حلق را تقسیم کنیم، اول اقصى الحلق. اقصى الحلق يعني حسي اول حلق كي با طرف سينه نزديك اس، وبعد اسان وسط الحلق يعني وسط حلق، وبعد اسان ادنى الحلق يعني حسي اخر حلق كي با طرف دهن نزديك اس، يعني از طرف سينه حساب ميكونيم. بس حرف خاء از ادنى الحلق ادا ميشود كي از حسي اخر حلق ميباشه كي با طرف دهن نزديك ميباشه. خاء خاء. همین قسم دال، حرف دال حرف باریک است، بال نشود، باریک تلفظ می شود و هم کش می شود، به اندازه سی الف مد می شود. دال و مخرج حرف دال، مخرج حرف دال و مخرج حرف تا یک مخرج می باشه. حرف دال از نوک زبان و از بیخ دندانهای ثنای علیا، یعنی از بیخ دندانهای بالا ادا می شود، قسمی که حرف تا
از بینخی دندانه های بالا ادا می شود، حرف دل هم از آنجا ادا می شود. یعنی مخرج حرف دل و تا یک مخرج می باشه. دل دل همین قسم ذل ذل. حرف ذل هم حرف باریک می باشه، ذال نشود ذل. و همچنان حرف ذل هم کش می شود، به اندازه سی الف مد می شود. و مخرج حرف ذل نوک زبان و نوک دندانه های بالا می باشد. یعنی مخرج حرف ذل و حرف ث یک مخرج می باشد. حرف ث و حرف ذل از نوک زبان و نوک دندانه های بالا ادا می شود. این بود درس امروزی ما که تا حرف ذل درس ما بود. انشاءالله این درس ها را تعقیب کنید. در ابتدا در مفردات کمی شاید که مفردات کمی وقت را بیشتر بگیرد، چون بسیار مهم مفردات است، تا که مفردات را خوبتر بتوانیم که همراهی مفردات بلدیت پیدا کنیم. بعدا انشاءالله وقتی که مفردات تمام شد، باز انشاءالله که درس ها را بیشتر میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.